برای بررسی بیشتر این خبر همکارم اشکان صفایی از اورشلیم به ما میپیونده. اشکان، بگو از دیدار دیشب، دیداری که بین نفتالی بنت و وزیرای اماراتی و بحرینی اتفاق افتاد. بله، خب این دیدار در واقع اولین دیدار نفتالی بنت با مقامات ارشد این دو کشور عرب حاشیه خلیج فارس بود که اسرائیل سال پیش در واقع روابطش رو با اونها عادی کرد. در این دیدار بنت اولش به این اشاره کرد که اخیراً در این دو ماه گذشته با پادشاه اردن و با رئیس جمهور مصر، دو کشور عربی که اولین کشورهای عربی بودن که اسرائیل رو به رسمیت شناختن و با اون صلح کردن، دیدار کرده. گفت که اونها از این در واقع پیمان‌های ابراهیم و عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی استقبال می‌کنن. گفت که اسرائیل کشور با ثبات هست، دارای ثبات هست و قصد داره که این روابطش رو با کشورهای عربی باز هم گسترش بده و گفت که لازم بود که یک چنین دیداری برگزار بشه. از اون طرف عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین هم گفت که در واقع بر اهمیت این دیدار تاکید کرد و گفت که اسرائیل و این کشورها باید در واقع پیام صلح و دوستی رو بفرستن. بنت گفت که علاقمند هست که هر چه زودتر دیدار بکنه با پادشاه بحرین و وزیر مشاور در امور خارجه امارات خلیف المرار هم به روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد. گفت که تا الان 700 میلیون دلار در واقع تبادلات این دو کشور بود، اسرائیل و امارات، و پیش بینی میکنه که تا آخر امسال به 1 میلیارد دلار هم برسه. خب اشکان، نفتالی بنت در نیویورک قراره که سخنرانی کنه. از جزئیات سخنرانیش چیزی منتشر شده؟ قراره در مورد چی حرف بزنه؟ بله، خب این سخنرانی قرار هست کمتر از 2 ساعت دیگه انجام بشه. اون چیزی که ما میدونیم این هست که اولا که بنت این سخنرانی رو خودش نوشته، یعنی که اصرار داشته که حتما باید سخنرانی رو خودش بنویسه و نه مشاورانش یا نویسنده یک سخنرانی. گفته شده که به اون موضوعی که بهش چندان اشاره نخواهد شد، موضوع فلسطینی ها هست، به همونطوری که گفته به موضوع ایران اشاره خواهد کرد، هم در زمینه مسائل منطقی، مسائل پهپادی و همچنین طبیعتاً موضوع اتمی ایران. برخلاف نتانیاهو نقاشی یا چیز دیگری رو در واقع رو نخواهد کرد. در اونجا هشدار خواهد داد که در واقع الان موقع عمل رسیده در برابر ایران و نه موقع دیگه موقع صحبت کردن نیست. به این موضوع دیگه هم که به انتظار میره اشاره کنه این هست که در واقع اون چیزی که اسرائیل میگه که در واقع موضع گیری خلاف این کشور علیه این کشور در سازمان‌های بین معلی هست و اشاره هم احتمالاً به موضوع در واقع صلح با کشورهای عربی و همین پیمانهای ابراهیم خواهد داشت. ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی در اورشلیم.